اریک پرنس، رئیس شرکت پیشین بلک واتر که اکنون شرکت به نام فرانتیر ریسورس گروپ دارد، در گفتگوی با تولو نیوز از طرحش برای آنچه که خصوصی سازی جنگ افغانستان گفته می شود سخن می گوید. بر بنیاد طرح پرنس، 3600 نیروی این شرکت به افغانستان خواهند آمد و در هر کندک ارتش 36 تن از این نیروها جا به جا خواهند شد. این نیروها از هواپیماهای جنگی و اکمالاتی برخوردار خواهند بود و در هر پرواز نیروهای او با نیروهای ناتو و نظامیان افغانستان یک جا خواهند بود. آنان به نیروها تجربه رهبری، استخبارات، ارتباطات، پزشکی و لوجستیکی را خواهند داد و با آنان همه وقت به میدان خواهند رفت تا مطمئن شوند که همرزمان افغانشان معاششان را میگیرند، غذا داده میشوند. نیروهای شرکت بلک واتر که اریک پرنس رئیس آن بود، نزدیک به 10 سال پیش در عراق 11 و به گفته سازمان ملل متحد 14 غیر نظامی را کشتند. اکنون آقای پرنس میگوید که نیروهایش خودسر نیستند. اگر هر کدام از این قراردادی‌ها یک کار بد انجام دهد و قوانین جنگی را نقض کند، آنان در کابل بر بنیاد قوانین نظامی و عدلی بازپرسی و محاکمه خواهند شد. امی بلک واتر کسی قبلا نمیجا بودن، وظایفی که اجرا کردن نتیجه خوب ندادن، بعد از این که بیایا چون قانون مراد نمی کند. در همین حال رئیس اجرایی حکومت میگوید که برای پیشرفت گفتگوهای صلح باید چند کار انجام شوند. یکی این که کسانی که از طالبان حمایت می کنند باید متقاعد شوند که حمایتشان را باید پایان دهند و در این زمینه یک کشور کلیدی است که پاکستان است. در داخل کشور اگر طالبان زیر فشار نباشند شاید به آغاز گفتگوهای صلح تمایل پیدا نکنند. این در حال است که پیش از این جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، طرح اریک پرنس را رد کرده بود، اما گفته می شود که به علت کم هزینه بودن این طرح در مقایسه با هزینه حضور نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان، شاید دونالد ترامپ به این طرح علاقه‌مند باشد.